سلام، به کانال ویتسیک دانت خوش اومدید. با یک سری ویدیوی دیگه از سریهای هکت باکس. وقتی که شما اینترفیس رو ران کنید بهتون یه آی پی میده. ما به این آی پی اگر بریم یک سفر رو به ما نشون میده که اطلاعات خاصی درباره مثلا چالش به ما نمیده، ولی در نهایت اگر تا پایین صفحه اسکرول کنید یک فیلدی برای ارسال مثلا آرتیست مورد نظرمون برای سایت. اگر کد رو از این بخش دانلود کنید با پسورد هک باکس میرسید به این صفحه. دیگه هم هست ولی فایل مورد نظر ما اینه. خب اگر با یکم با جاوا اسکریپت، نود و حالا اکسپرس جی اس آشنا باشید معمولا این صفحه رو میشناسید. اگر از بالا تا پایینش نگاه کنیم یک روتر داره به نام گت که حالا اگر مرورگر درخواست گت رو ارسال کنه این رو بهش میده و یک روتر پست داره که توی بخش API و URL سابمیته. یک تابع میاد ورودی رو از ما میگیره به نام unflatten. unflatten یک تابع منسوخه. چرا؟ چون نمیتونه اون یک دیتا که ما براش فرستادیم و به درستی مثلا فیلتر کنه، بنابراین اون رو میرسه توی artist. در این بخش گفته اگر artist name ما باشه هیاد یا مثلا باشه وستوی یا باشه جینجل، باید یک کاری انجام بده. مثلا اون جیسون ما یه جیسونی بهمون برگردونه پاگ کامپایل کنه، میگه اسپم مثلا هلو فلان. اینجا برامون یک متغیر گذاشته به نام یوزر، در اینجا یوزر رو مثلا گست قرار داده. اگر مثلا ما جینجل رو کپی کنیم و بیاییم به عنوان مثال توی این فیلدمون بذاریم سندش کنیم، همین تکستی رو به ما برمیگردونه که اینجا برگردونده بود. اگر هم یه چیز محتوایی که مثلا به جز جینجل و وستو یا هیاد باشه ببینیم چی به ما برمیگردونه. به عنوان مثال MMJ یکی. خب بین مثلا چیز ممبرای من نیست. خب اینجا هم تعریف کرده اگر مثلا بین اینا نبود. خب اگر پاک کامپایل باید حتما ورودی حتما باید فیلتر شده باشه. اگر فیلتر نشده باشه این بحثی پیش میاد به نام AST injection، قبلا سرچ کردم. خب یک سایت blog.pazix.is اومده این رو کامل توضیح داده، هم با هندل بارز هم با پاپ. مثلا اومده توی هندل بارز توضیحش داده، گفته یه آبجکت از روش میسازیم، یک مسیج داریم و یک تمپلیت. تمپلیت ما کامپایل شده توسط هندل باره که سورس ما اون رشته‌ای که ما بهش میدیم و با اون چیزی که ما میخوایم کامپایل میکنه، در نهایت رشته خروجی رو برای ما میفرسته. اون بالا مثلا اینجا گفته که سورس مساوی هلو مسیج، اینجا اومده گفته تمپلیت مساوی با هندل بارز کامپایل سورس. حالا این ما هر چقدر به این تابع تمپلیت هر چی رو بدیم میذاره جای مسیج برای ما مینویسه. به عنوان مثال اومده گفته به عنوان مثال اگر من مسیج من پازیکس باشه رشته خروجی من میشه هلو پازیکس. در اینجا هم همینو داریم، اومده گفته که پاگ کامپایل مثلا این رشته داش، گفته که این همین تابعی که در نهایت به ما خروجی میدی رو با جای یوزر بذار مثلا گست. خب بریم سراغ پاگ. اینجا میتونیم انتخابش کنیم. پاگ هم اینجوریه، مثلا میگفته h1 مساوی با مسیج، در اینجا گفته پاگ کامپایل سورس و در نهایت توی رخته تو تابع fn و بعد مسیج ایتس ورک. تهش تابعش میشه همچین چیزی، اون تمپلیت، اون HTMLی که در نهایت خروجی میده. اما تابع پاگ یک باگ رو داره. به عنوان مثال اینجا اومده گفته اگر ما پاگ رو مثلا ایمپورت کنیم یک بخشی داره به نام پروتوتایپ، دنبال این میگرده، دنبال پروتوتایپ بلاک میگرده. اگر تایپش تکست باشه ولیو داشته باشه یا چیکار میکنه، اون ولیو رو میچسبونه پشت کدش یا میده به وسط کدش. دقیقا اینجا گفته دیگه، مثلا اگر اسکریپتش مثلا alert origin باشه
میاد چیکار میکنه؟ میاد پاک کامپایل مثلا سورس با فلان. خب دیگه اینجا مثلا توی خود کد جایی نگفته که مثلا پروتوتایپ رو استفاده کن، خود مثلا کامپایلر پاک اومده اون پروتوتایپ رو استفاده کرده، خودش دنبال اون میگرده. اینجا اومده تو کدش توضیح داده. خب اینجا توضیح داده، میتونه بیاد دقیق‌ترش رو بخونید. اما اگر لاین باشه، اگر تایپ تکست باشه، لاین باشه، پورتو بلاک، میاد اون لاینه رو اکزیکیوت میکنه، خودش اجرا میکنه. حالا ما میتونیم هر دستوری که دلمون بخواد توی لاین بذاریم، اما هر روشی باشه باید اون پروتوتایپ بلاکر رو بفرستیم سمت سرور. در اینجا به ما یه اجازه رو میده، میگه که خب تو میتونی یه ریکوست به من بفرستی، اما تابع مثلا آن فلاتن اومده فیلتر کرده، خب ولی به درستی نمیتونه فیلترش کنه چون حالا این مشکلات رو داره. اگر ما بتونیم مثلا یه همچین چیزی رو به جای کلمه که باید بفرستیم، خیلی عالی میشه. ما میتونیم اونجا مثلا دنبال پروتوتایپ بلاکش میگرده، در نهایت کد ما رو اکزیکیوت میکنه، یه کامند حالت شل به ما میده. من اومدم توی یک اسکریپت پایتون، اینجا قبلا آی پی که قبلا به من داده بود این رو من حل کردم. باید کپی این رو کپی کنم، بیام اینجا. کنترل اس بزنم. بعد من اینجا گفتم بیا یک ریکوست پست بساز به نام target API submit. دقیقا همین چیزیه که من توی کدام توی ایندکس جی اس گفته که مثلا هر ریکوست که اومد سمت این دیگه اومدم گفتم علاوه بر این که یک پست میفرستی یه جیسون رو همراهش بفرست. اومدم گفتم article name artist اون پراپرتی نیمی که داره اینجا مورد استفاده قرار میگیره، مثلا نوشته artist name. خب علاوه بر این گفتم که یه پروتوتایپ پروگرام بذار و یه پورتو بلاک، که این پورتو بلاک میتونه تکست تایپش تکست باشه و همچین چیزی خروجیش باشه. به عنوان مثال من اگر اینجا بنویسم ls اومده پروسس های مثلا مین ماجول کرده، ریکویر کرده چایلد پروسس رو، که این به ما اجازه میده یک کامند رو اکزیکیوت کنیم، exec science. دقیقا همین، هر رشته که باشه اینجا اکزیکیوت میکنه توی کامند، یعنی دقیقا همون جایی که ما میتونیم چیزمون رو تزریق کنیم. خب هرچی این تو باشه میره توی قشنگ کامند لاین اون ترمینال که هست و اجرا میشه. ما اومدیم اینجا چیکار کردیم؟ گفتیم ls، هرچی رو ls کردی توی سیستم عامل های لینوکسی ls لیست اون دایرکتوری ها، اون فولدر ها، اون پوش هایی که ما داریم علاوه بر فایل ها به ما نشون میده. من گفتم حالا اینو بریز توی استاتیک جی اس مین جی اس، دقیقا همون فایلیه که برای ما جاوا اسکریپت رو لود میکنه. در اینجا گفتم خب یا در نهایت استاتوس کدش رو برای من پرینت بگیر، بعدش هم برو سراغ تکستش. خب اینجا من شما میتونید مثلا بیاد همین استاتیک جی اس رو خب کپی کنیم بیاریم اینجا. حالا بیاییم این تارگت هم اضافه کنیم، بعد مثلا بنویسیمش که خب یا دوباره همون فایل رو برای من بگیریم به من نمایش بده، فرقی نداره، من با مرورگرم این کار میکنم تو شما دقیق تر ببینیدش. خب من اینجا میرم JS. خب اینجا به من کد جاوا اسکریپتی که دقیقا توی همون هست توی main.js هم هست و به من نشون میده. اگر من یه اسکریپتی رو ران کنم به من خب میگه این هم استرینگش تغییر کرد، میگه یه not defined هم اضافه میکنه. اگر من برم اینجا رو رفرش کنم به من لیست دایرکتوری ها رو نشون میده. الان واسه یه بار دیگه دقیق‌تر مرور کنیم که اینجا چه اتفاقی افتاد. تابع پاگی که مثلا تز منو مثلا اون تمپلیت منو آماده میکنه یه باگی داره، میاد پروتوتایپ دات بلاک رو میخونه همیشه، حتی اگر مثلا بهش اون
آرگومنت رو نداده باشیم توی کد پیداش میکنه، در نهایت میخونه اون آبجکت رو، همیشه دنبالش میگرده، اگر نداشته باشه بیخیالش میشه. خب ما اگر بخوایم مثلا اینجا یک پورتو بلاکی بسازیم، تش بگیم تایپ تکست بذاریم، اگر این ول باشه میاد اون رو توی کد قرار میده، اگر لاین باشه میاد اینو اجرا میکنه، این کد جاوا اسکریپت رو. حالا ما میتونیم این با این جای این کد جاوا اسکریپت یک کد جاوا اسکریپت بذاریم که بیا توی مثلا سیستم عامل یک کدی رو اجرا کنه. دقیقا من همین کار کردم، من گفتم تایپش تکست، پروتوتایپش پروگرامه، حالا اومدم یه چیزی گذاشتم که یه اگزیک ساینس کنه، یه کامندی رو برای من اجرا کنه تو سطح سیستم عاملم، گفتم ls کنه هر چی که من فایل و دایرکتوری دارم بریزه توی همچین فایلی. بعد در نهایت میتونیم بیایم مثلا توی خود کد این کارو بکنیم. من در همین مثلا اینجا گفتم که جوابش رو برای من پرینت کن، دقیقاً همین کارم این پایین برام کرد. خب میتونید خودتونم این بخش رو اضافه کنید که دیگه مجبور نباشید با مرورگردون دوباره به این صفحه بیاید. خب اینجا کلی فایل داره، همون فایلی که ما داریم توی مثلا فایلی که از اینجا دانلودش کردیم. اینجا یک فایلی هست به نام flag s4fe، حالا شاید مال شما متفاوت باشه. خب من میام به جای اینکه این دستور ls هم بنویسم، میام چی مینویسم؟ کت شده کس همون محتوای فایل رو برای من میخونه توی همین دایرکتوریه. خب لازم نیست برای مثلا دایرکتوریش رو مشخص کنم، اسم فایل رو فقط میارم، میگم این فایل رو برای من بخون. در نهایت من میتونم بیام با این کد پرینتش بگیرم، ولی خب میارم از مرورگرم تو همین آدرس، فرقی نداره. دوباره اگر من این کد رو اجرا کنم، یک ریکوست بزنه برای من اینجا، اگر دقت کنید اینجا همون رشته خروجی آرتیست نیم و مثلا کد اجرا شده، فقط اینجا به من یه not defined به من میده، چون که این کامندی که من زدم هیچ خروجی نداره که به عنوان مثال بیاد تو رشتهش قرار بده، برای همین not defined میزنه. من این کدم فرستادم تو main js. خب اگه من اینو رفرش کنم به من اون کی که باید بده. امیدوارم لذت برده باشین، خدا نگهدار.